سلام و شب شما بخیر. به برنامه بازار خوش آمدید. در آغاز سر خط خبرها. ادامه وضع محدودیت های گشت و گذار. وضع محدودیت های 4 هفته گذشته صنعت هتلداری را در کشور با رکود جدی روبرو ساخته است. تالارهای روسی با میلیون ها افغانی خسارمند شدند و هزارها کارمند ما بیکار شدند. نگرانی کارخانه‌داران از ادامه محدودیت های گشت و گذار. شماره از کارخانه‌داران در ولایت هرات میگویند که 90% فرآورده هایشان به علت شیوع ویروس کرونا در گودام ها انبار شدند. قبل از کرونا و فعلا که در این ویروس کرونا در جامعه آمده، ما تقریبا 70% از بازار خود از دست دادیم. خدمات آنلاین رستوران داری در کابل. رستوران ها و قهوه خانه ها از مکان های عمومی هستند که پس از گسترش ویروس کرونا در کشور از فعالیت باز ماند. مزیاد کوشش ما فعلا سرمی است که باید سیستم آنلاین ما فعال باشه و مشتری های مازمون راضی باشه. و رسیدن نخستین محموله گندم کمکی هند به افغانستان. اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری میگوید که 50 معتبر حامل گندم های کمکی هند ساعت 2 پس از چاشت و روز دوشنبه از مرز میلک وارد نیمروز شدند. شکوفه دانش هستم. تا 1 ساعت دیگر در این برنامه با شما. شماره از کارخانه‌داران در ولایت هرات میگویند که 90% فرآورده هایشان به علت شیوع ویروس کرونا در گودام ها انبار شدند. این کارخانه‌داران میگویند که به علت بسته بودن بازارها تولیداتشان بازار ندارد. در کنار این، نزدیک به 30 کارخانه تولید مواد غذایی در هرات با کمبود مواد خام روبرواند. شیوع ویروس کرونا در کشور و مشکلات نبود بازار برای بخشی از فرورده های کارخانه های این ولایت. فرهاد سلام، مالک شرکت بیرنج موتورسیکلت، میگوید که از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور 70% فروشاتشان کاهش یافته است. دوره قبل از کرونا و فعلا که در این ویروس کرونا در جامعه آمده، ما تقریبا 70% از بازار خود از دست دادیم. شماری از کارخانه های تولید مواد غذایی و نوشیدنی های غیر الکلی که در گذشته فعالیت گسترده داشتند، اکنون با مشکلات گوناگونی روبرو هستند. کنیم ما میشه که بالای 2000 کانتینر بار تاجر افغانستان، تاجر و صنعتگر افغانستان به مرز کراچی و از به خود کراچی تا به مرز چمن پاکستان بار استاد است. بسته بودن مرزهای برخی کشورهای همسایه برای واردات مواد خام چالش دیگر کارخانه‌داران در هرات است. متاسفانه در 1 ماه گذشته کاهش قابل ملاحظه ای داشت، ولی در 1-2 روز گذشته که مرزها و مسیر ایران باز شده، روند تا حدودی عادی شد. ذخایر مواد خام در حال ختم شدن است و یک تعداد از فابریکات مواد خام از یا ختم شده. تلاش ما ای است که بتونیم راه‌های بدیل جستجو بکنیم. شماری از کارخانه‌داران میگویند که با وجود مشکلات کنونی به کارمندانشان حقوق ماهانه میپردازند. بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با محمد یونس قاضی‌زاده، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات. آقای قاضی‌زاده، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه و میشه بیشتر بر ما در این زمینه بگوین که محدودیت هایی که وضع شده در قسمت گشت و گذار و همچنان فعالیت شما را از کارخانه ها، دکان ها و در کل بسته شدن بازارها چقدر تاثیرگذار بوده؟ بسته شدن شهر یک سکتکی خاصی در سکتور خصوصی ایجاد کرده و متاسفانه روند سکتور خصوصی و تجارت رو کاهش داده. بخش عمده از پروژه ساختمانی که در حوزه جنوب غرب بود به علت کرونا تعطیل است. مصرف مواد ساختمانی، مواد نفتی کاهش چشمگیر پیدا کرده. در بخش صادرات ما متاسفانه مسیر راه لاجورد از طریق آسیای میانه را از دست دادیم و فقط 1 مسیر به روی ما باز است که در
هفته گذشته از طریق ایران صرفاً صادرات انجام میشه. درست. از این گفته میشه که شما را از سرمایه‌گذاران و کسانی که تولیدات داشتن، این تولیدات چون در گودام‌ها انبار شده، چرا حالا در این زمینه نمیتونه که حکومت کمک بکنه تا اینا بتونن تولیداتشان را به فروش برسانن و یا همین که راه‌های بدیل بر از اینا جستجو شود؟ متاسفانه بخشی از تولیدات داخلی ما در هرات و مصرف داخلی میرسه، به علتی که بعضی از کارها تعطیل است، بعضی از مراسم خصوصا در بخش مراسمی که ما به علت کرونا داریم سخت، شرکت های تولید نوشابه های غیر الکلی، شرکت هایی که در بخش ساختمان سنگ کار میکنن متاثر شدن و تولیدات اینا به خاطر قرنطین هیچ مصرف نداره و مصرف کاهش پیدا کرده. درست. آیا راههایی وجود داره که اینا بتونن صادر بکنن یا در کل صادرات هم در چنین شرایط کرده نمیتونن؟ متاسفانه صادرات مواد خشک ما به مسیر هند توقف پیدا کرده. بخش از صادرات خشکبار ما از طریق هوایی انتقال پیدا میکرد که فعلا اون مسیرم مهیا نیست و صرفا یک مسیر ما صادرات خود ارائه میکنیم و دیگر مسیری فعلا برای صادرات نیست. درست. و همین فعلا در هرات چقدر کارخانه ها با کاربارشان با رکود روبرو شده و چقدر زیان دیدن؟ ما یک سروی داریم اتاق تجارت و سرمایه گذاری که پس از کرونا می خواهیم تحلیل کنیم و یک آمار دقیقی در روزهای آینده نشر خواهیم کرد که شرکت ها که از کرونا متاثر شدن و باید طبق یک آمار رسمی بدیم، ولی من باور هستم که 20 تا 30 درصد از بابت بحث کرونا و کووید 19 متضرر شدن. این یک نگرانی خاصی هست و ما سخت متاثر از این هستیم و امیدواریم که این رو بتونیم در سالهای پیش روز جبران کنیم. درست. چالش عمدی که فعلا سر راه سرمایه گذاران در هرات وجود دارد چه هست و آیا حکومت برنامه داره که بخش خصوصی را تا حد حمایت بکنه، کمک بکنه؟ متاسفانه همیشه دغدغه های سکتور خصوصی به گوش حکومت رسید و بحث دیگری که در یکی دو روزا گذشته روی افزایش تعرفه ها هست شدیدن از طرف تجار و اتاق تجارت و سرمایه گذاری. تماس ما با آقای قاضی‌زاده قطع شدن. حالا هم ادامه خبرها. نخستین محموله گندم کمکی هند به افغانستان رسید. اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری میگوید که 50 موتر حامل گندم های کمکی هند ساعت 2 پس از چاشت روز دوشنبه از مرز میلک وارد نیمروز شدند. بر بنیاد اطلاعات این اداره قرار است که این گندم ها فردا در ذخایر راهبردی ولایت هرات ذخیره شوند. در نخستین محموله این گندم ها 5000 تن گندم در 203 کانتینر قرار است که وارد کشور شوند و تا کنون 50 کانتینر آن به نیمروز رسیدند. هند 75000 تن گندم به افغانستان کمک کرده است و قرار است که در هفته های آینده محموله های دیگر نیز وارد کشور شوند. رستورانت ها و قهوه خانه ها از مکان های عمومی هستند که پس از گسترش ویروس کرونا در کشور از فعالیت باز ماندند، اما در این میان بخش از رستورانت ها از راه دور به شهروندان کشور خوراک می فرستند. یکی از این رستورانت ها در شهر نو کابل می گوید که پس از منع گشت و گذار خدمات از راه دور افزایش یافته است. امین سفارش را به یک از شرکت های مخابراتی می رساند.
او یکی از 10 کارمند این رستوران است که بسته های خوراک را به کسانی که سفارش می دهند می رساند. همتچا و فهیم این روزها تا 200 تلفن برای سفارش خوراک دریافت می کنند. همو مشتری های همیشگی ما هستند، زنگ می زنند، بعض مشتری های نو هستند، اونا روزانه سفارش می دهند. غذاهای مختلف مختلف هستند که سفارش می دهند، ما برایشان روان می کنند. رستوران کافتریا 15 ماه پیش در شهر نو کابل گشایش یافت. این روزها از بهر پیشگیری از گسترش ویروس کرونا 80% فعالیت‌های این رستوران متوقف هستند، اما خدمات از راه دور این رستوران افزایش یافته است. ما زیاد کوشش ما فعلا سرامی است که باید سیستم آنلاین ما فعال باشه و مشتری های ما راضی باشه. این روزها 7 تالار نانخوری و 1 تالار عروسی این رستوران غیر فعال هستند و بیشتر از 100 کارمند این رستوران نیز خانه نشین شدند. اکنون این رستوران با 25 کارمند روزانه فعالیت می کند. ما در سابق غذای گوشتی ما اضافه تر بود، اما از روزی که مسئله شیوع کرونا پخش شده تقریبا از 100% اگر 10% گوشتی باشد دیگه متوقعش تماما غذای ترکاری باب است. مهمانداران این رستوران بخش از سفارش ها را از پشت در رستوران نیز دریافت می کنند، اما به گفته مدیر این رستوران خدمات از راه دور به اندازه نیست که کرایه این رستوران پرداخته شود. شماره از کارخانه‌داران در ولایت هرات میگویند که 90% فرآورده هایشان به علت شیوع ویروس کرونا در گودام ها انبار شدند. این کارخانه‌داران میگویند که به علت بسته بودن بازارها تولیداتشان بازار ندارد. در کنار این نزدیک به 30 کارخانه تولید مواد غذایی در هرات با کمبود مواد خام روبرواند. شیوع ویروس کرونا در کشور و مشکلات نبود بازار برای بخشی از فرورده های کارخانه های این ولایت. فرهاد سلام، مالک شرکت بیرنج موتورسیکلت، میگوید که از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور 70% فروشاتشان کاهش یافته است. دوره قبل از کرونا و فعلا که در این ویروس کرونا در جامعه آمده، ما تقریبا 70% از بازار خود از دست دادیم. شماری از کارخانه های تولید مواد غذایی و نوشیدنی های غیر الکلی که در گذشته فعالیت گسترده‌ای داشتند، اکنون با مشکلات گوناگونی روبرو هستند. حالا هم میان برنامه. بهای یک دانه تخم مرغ در بازارهای کابل نزدیک به 3 برابر شده است. بر روز دوشنبه بهای یک دانه تخم مرغ در برخی از بخش‌های شهر کابل به 15 افغانی هم رسید. وزارت زراعت و آبیاری هشدار می‌دهد که هرگاه تولید کنندگان داخلی موفق به کاهش بهای تخم مرغ در بازارها نشوند، این وزارت در پیوند به ممنوع شدن واردات تخم مرغ تجدید نظر خواهد کرد. از سوی دیگر اتاق زراعت و دامداری می‌گوید که در پی گسترش ویروس کرونا در کشور، تولید گوشت و تخم مرغ در داخل کشور 28% کاهش یافته است. صبح روز دوشنبه اتاق زراعت و دامداری با گشایش یک مرکز عمده فروشی اینجا در بازار تخم فروشی کابل هر دانه تخم مرغ را با بهای 8 افغانی به فروش رساند. اما پس از چاشت بهای هر تخم مرغ در همین بازار 13 افغانی شد. فروشندگان میگویند که تولید داخلی پاسخگوی نیاز کنونی نیست. ما اینجا کرایه داریم، در سالانه اینجا بدر 20,000 مالیات میتیم، دکان ما میبینین که خالی است. نه او به ما مال رسانده میتونن، چه خواستایی که به دیگه مردم. اتاق زراعت و دامداری قرار است مرکزهای را در بخشهای دیگر شهر کابل نیز بگشاید. وزارت زراعت و آبیاری که مانع واردات تخم مرغ شده است، در حال بررسی آخرین تلاشهای تولید کنندگان داخلی برای کاهش بهای تخم مرغ است. در صورتی که در روزهای آینده قیمت ها ثابت و حتی کاهش نیابه، وزارت زراعت میتونه در هماهنگی با تولید کنندگان بزرگ افغانستان و نیاز بازار و تعهدی که قبلا از سوی تولید کنندگان اتحادیه‌های مرغداری و فارمداری افغانستان به دست آورده بود، روی گزینه های بعدی به اساس شرایط اقدام خواهد. اما اتاق زراعت و دامداری میگوید که در پی گسترش ویروس کرونا واردات خوراکی مرغ گرانتر و کمتر شده است. از همین رو تولید گوشت و تخم مرغ به گونه چشمگیر کاهش یافته است.
بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با مهمانانم، آقای انصارالله بختانی عضو اتحادیه زراعت و مالداری که در استودیو با ما هستن و همچنان شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنایع و معادن و عضو شورای عالی اقتصادی که با ما وصل هستن. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. آقای بختانی، میخواییم در آغاز از شما بدانیم که دلیلی که بهای تخم مرغ حتی تا 3 برابر افزایش یافته در چی است؟ تشکر. بارز سلام و ادب به شما و بیننده ها. قسمی که قبلا هم تذکر دادیم، بلند رفتن بهای تخم مرغ چندین علت داره. به عنوان عمدترین علت ما میتونیم افزایش قیمت مواد اولیه و قلت مواد اولیه را که خودش عامل افزایش قیمت شسته عنوان کنیم. افغانستان کشور مصرفی درسی وارداتی درسی مواد اولیه است تا 50-60% با بند شدن با شیوع ویروس کرونا و بند شدن سرحدات فارمدارا به همی مشکل قلت مواجه شدن. تا یک زمان را ما ذخایر داشتیم که از ذخایر خود استفاده میکردیم و قیمت ها را کنترل کرده بودیم. این مواد اولیه شامل کدام موارد بوده و از کدام کشور وارد میشد به افغانستان؟ این مواد از 20-25 قلم است، شامل 20-25 قلم مواد زراعتی هستند اکثرا که جواری یکی از عمده ترین قلمش است، بعد از او سویابین است و بعد از او باز مکمل های ویتامین و منرال و امینو اسید است. اینا از اکثرا از پاکستان وارد می شد و از چین که باشه ویروس کرونا هر دو واردات هر دو ممالک صادرات خودانا بند کردن. درست. یعنی فعلا ما این مواد را واردات نداریم به داخل کشور؟ نداریم، بله. درست. در قسمت بهای تخم مرغ چرا به یک بارگی 3 برابر افزایش پیدا کرده و حالا در قسمت گوشت مرغ ما این تفاوت را نمی بینیم آنچنان، اما در قسمت تخم مرغ وجود داره، در حالی که خب باید در هر دو قسمت تغییرات به وجود می آمد؟ قسمی که شاید جریان باشین، ما ایره قبلا هم اظهار کردیم، فارمدارا هیچ وقت گران فروشی نکردن. شما امروز شاید افتتاح مرکز واحد فروشات محصولات مرغداری هم بودین که ما در اونجا نرخ فروش یک بیضه تخمه به 8 افغانی و فی کیلو گوشت خالص مرغ به 160 افغانی اعلان کردیم. ما قبلا هم پایین تر از 8 افغانی به فروش رساندیم، بالاتر از اونی. اما در بسیاری از نقاط شهر کابل حتی با 15 افغانی هم به فروش رسیده. پس کیها گران فروشی کردن؟ خب ما میتونیم عمده فروش ها را و یا پرچون فروش ها را عنوان کنیم. فارمدارا چی باعث شد که نرخ ها بالا بره؟ همو شارتیج سپلای یا تولید بود که میزان تولید ما پایین آمد و این باعث شد که کمبود تخم مرغ در بازار دیده شد و از این همو محتکرین و بعضی ها سوء استفاده کردن. ولی فارمدارا به می 8 افغانی و پایین تر از 8 افغانی تا امروز فروشات کردن. درست. ممنونتان. آقای کمینزاده، شما هم به برنامه خوش آمدین. شما تاثیرات وضع محدودیت، گسترش ویروس کرونا و بلند رفتن قیمت ها را در بخش های مختلف چگونه میبینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سلام به شما و بیننده های محترم تلویزیون ایتلو. خدمت شما باید عرض کنیم، مثل که همکار ما بختارای صاحب برای اشاره کردن، رقابت های ناسالم، قاچاق که در سابق می بود و عدم موجودیت در حالت حاضر مواد خام باعث شده که یک نوسان در مارکت به میان بیاید. ما امروز با همکاران عزیز خود، با معلدین خود، خودم عملا با تماس بودیم، می خواستیم که امینه که سر هر چی سر تر رفع کنیم. مخلی که همکار ما معاون اتحادیه فارمدارا برای شما توضیح داد، واقعا مواد خامش انشالله به یک نوید بسیار خوب ما امروز دست یافتیم که به شما و هموطنان عزیز خود یک نوید بسیار خوب است که ما راه حیرتانه که مواد از چین و از راه حیرتان وارد کشور شد و مواد خام امروز به همه صنعتگرای خود اعلان کردیم که ما با یک شرکت بزرگی که این اموال و انتر از چین انتقال میکنه و اونا قرارداد بستیم که اموال ما را هرچی سریع تر انتقال کنه. امیدوار هستیم در ضرب 15-16 روز این انتقالات انشاءالله ادامه پیدا کنه که در اون صورت انشاءالله این نقصه در این مواد و سایر مواد رفع خواهد شد. درست. آقای کمینزاده، آیا برای همه مواد خام و واردات افغانستان اجازه داده خواهد شد از این راه یا خیر؟
بله به همه مواد از راه ازیرا اجازه داده میشه. روزانه کانتینرهای ما میآید، تقریبا چند روز قبلم 300 کانتینر تقریبا محصول شد و در مارکت آمد. اگر راه پاکستان و راه ایران که حال به مشکل است، ما ایرا یک بدیل بسیار خوب است. ما قبلا هم اتاق صنایع و معادن افغانستان یکی از پیشنهادهایش بود به دولت که ایرا را تقویت کنه و ما امروز صنعتکارای خود بسیج کردیم، یک پیام روشن به اینا دادیم، پرستادیم پیام برشون که هر کی ساعت سرتر مواد خود ایدی طرف اکمال کنه. به هموطنان عزیز خود و به شما اطمینان میتیم که سایر تولیدات داخلی ما قیمتایش بالا نرفته. شما میبینین که سنیتایزرها و مای شویی و بخش دواره که ما به وزارت محترم صحت عامه سپلای میکنیم و بلخواست آرد، شما دیدین چقدر بالا رفت. امی همت صنعتگرا و تجار مخیر کشور ما بود که ایره پس آوردیم به 14-14.5 چون 200 سیلو ما داریم. این دستاوردهای است که صنعتگرای افغانستان و مولیدی این افغانستان داره. در این رابطه هم به هموطنان عزیز خود اطمینان میدیم که انشاءالله این قصه را در ماه رمضان و قبل از او حتمی رفع خواهد شد. درست. آقای کمینزاده، این نگرانی وجود داره در بسیاری از موارد. حالا صحبت های رک آقای بختانی هم داشتن، اشاره کردن که ما با 8 افغانی تخمه به فروش میرسانیم، اما در حالی که در بخش از شهرهای کابل حتی به 15 افغانی به فروش میرسه. با وجودی که شما میگین که حالا نوید هست که قیمت ها پایان خواهد آمد چون شما واردات میکنین، شما بله شما واقعا به یک نقطه بسیار مهم اشاره کردین. ما امروز همکارای خود به رئیسش، من لحظه به لحظه به تماس بودم، گفتم که لطفا شما باید قیمت پایین بیارین. اگر شما قیمت پایین نبیارین، رقابت در مارکت ایجاد نکنین، بناهن ما باز نمیتونیم من حیث نماینده شما در شورای عالی اقتصاد و و و در کمیته تعرفه، من نمیتونم از دولت تقاضا کنم که من بعد شما لاقل از حمایت شوم. بناهن یک مشکل دیگه هم شد در قبلا، همین قاچاق و رقابت ناسالم باعث شد که اکثر فارمای ما را برکود مواجه کنه، بس کود مواجه کنه. انشاءالله ما به این چیزها متوجه هستیم. درست. انشاءالله تولیدات داخلی ما را ضربه بزنه و ما باید با پای خود را بریم. افغانستان نیاز به این داره، به همت والای صنعتگرای خود و مردم کشور خود، که باید ما به حالت خود که پایی برسیم و از این دربدری و خاکبسری که دامنگیر این کشور مظلوم و بیچاره است از این رهایی بیابیم. به خاطر که از این رهایی بپاییم، یگانه راهش خود که پایی کشور عزیز ماست و در این راستا اتاق صنایع و معادن افغانستان دست به کار شده. انشاءالله نوید بسیار خوبی به مردم خود داره. درست. بشما برمیگردیم و صحبت ها را ادامه خواهیم داد. آقای بختانی، حالا شما صحبت هایی را که آقای کمینزاده داشتن شنیدین، از حیرتان قرار است که مواد خام وارد کشور شود و اگر این مشکل حل شود، آیا فارم های مرغداری در افغانستان نیازمندی های همه مردم افغانستان را مرفوع کرده میتونن؟ تشکر. قسمی که کمینزاده صاحب اشاره کردن، یک اندازه اول ما میخواییم واضح بسازم که در افغانستان سکتور مرغداری، مخصوصا بخش تخمگذار، ظرفیت تولید 82% ضرورت تخم مارکت افغانستان داره. این ظرفیت داریم ولی ما متاسفانه فعلا این تولید نداریم. چقدر تولیدات داریم؟ تولید ما حدودا 15-20% الا 25% شاید باشه. و شما این رو ببینین که همو رقابت های ناسالم، قاچاق، سیاست های دمپینگ کشور همسایه، همواره باعث ازی شد که فارمای ما تولیداتشان پایین بیارن. و اگر یک میکانیزمی به خاطر واردات، ما فعلا نمیتونیم ضرورت بازار مرفوع بسازیم، به این اساس ضرورت داریم به واردات، ولی این واردات باید باعث ازی نشه که 15-20% یا 25% تولید داخلی هم داریم، این هم از بین بره. ما این ظرفیت 82% داریم، میکانیزم باید قسمی ساخته شوه که ما اضافه تر از 82% باید تولید داشته باشیم. یکی از مواردی که پیش از این توسط فارمداران مورد انتقاد بود این بود که ما میتونیم نیازمندی های داخلی را برآورده بسازیم و باید واردات تخم مرغ و گوشت مرغ از کشورهای دیگر متوقف شود تا ما بتونیم که بیشتر در این زمینه تولیدات داشته باشیم و بازار داشته باشیم بر تولیدات خود. اما حالا که ما واردات را نداریم، در این زمینه مشکل ایجاد شده.
بله، ما اتحادیه مرغداری افغانستان در سه گوشت مرغ همیشه گفته که 86% خودکفا هستیم. ضرورت مارکت هم میتونیم با 86% تکمیل کنیم. امروز شما شاهدش هستین، میتونیم. هیچ نوع وارداتی وجود نداره، قیمت هم بالا نرفته. در سه تخم مرغ ما نگفتیم تولید داریم 82%، فقط اینجا ظرفیت موجود است. دو ماه قبل، سه ماه قبل ما میتونم که براتون بگیم ما جلسات متعدد با مقامات داشتیم، با وزارت زراعت. ما بسیار سخت متضرر بودیم و همین متضرر شدن ما باعث ازی شد که میزان تولید ما بسیار پایین بیاید. اکثرا فارما که 200 هزار، 300 هزار، 400 هزار تولید داشتن نامدن به 200 هزار و 100 هزار و حتی بعضیشان بیخی بسته کردن فارمای خود. سیاست های دمپینگ، واردات قاچاق و پایین آوردن نرخ توسط همسایه همی همه شلت شد. اگر شما باید داشته باشین به زمستانه سال قبل ما با 8 افغانی، 9 افغانی تا 10 افغانی درست. یک بیضه تخم مرغ خریداری میکردیم. اون نرخ واقعی بود. و صحبت ها را ادامه خواهیم داد. ادامه بحث ما. آقای بختانی، حالا در شرایط کنونی که ما هم نیاز داریم برای این تولیدات داخلی و هم راه ها مسدود هست که وارد نمیشه، چه کارهایی باید صورت بگیره تا بتونن از این فرصت استفاده بکنین و بیشتر نیازمندی های مردم را مرفوع بسازیم؟ به خاطر مرفوع ساختن نیازمندی ها و به خاطر جلوگیری از احتکار، ما امروز اولین مرکز در کابل، دومین مرکز میبخشین، همچو ابتکار قبلا در ایراد هم صورت گرفته بودن، این مرکز ایجاد کردیم. هدف ما فقط همی است که از احتکار جلوگیری کنیم و تخم مرغ و گوشت مرغ راسن از همی مرکز، از فارم، یعنی به مستهلک و به همه تنهای ما برسانیم. و به چه قیمته؟ 160 افغانی فی کیلو گوشت مرغ، گوشت خالص و پروسس شده مرغ است و 8 افغانی فی بیضه تخم مرغ به فروش برسانیم. و ما در نظر داریم که اگر با این مشکل ما رفع نشه، در هفته آینده 2 الی 3 الی 4 مرکز دیگه هم در شهر کابل به افتتاح کنیم، ایجاد کنیم تا بتانیم دسترسی را آسانتر و خوبتر بسازیم. و در عین حال ما پیشنهاد واردات هم داریم. ما موارد بس با وزارت محترم زراعت و تجارت داریم، به خاطر که ما نیازمند واردات هستیم فعلا، ولی نیازمند باید امو واردات باید یک چوکات و با یک مکانیزمی باشه که ما متضرر نشیم، در عین حال ما بتانیم که اون ظرفیتی که باید اینجا ضرورت است تکمیل کنیم. درست. آقای کمینزاده، در قسمت واردات چه برنامه هایی وجود دارد؟ در کنار از اینکه مواد خام گفتین که از بندر حیرتان میتونه که وارد کشور شوه، آیا ما میتونیم مواد غذایی مثل تخم مرغ و گوشت مرغ را هم وارد بکنیم؟ ببینین که امروز فکر میکنیم وزارت محترمی، همکارای ما وزارت محترم زراعت و وزارت محترم صنعت و تجارت به این موافقه رسیدن که در این حالتی که چون حالت اضطراری است، در این حالت راه ها بند است، بنا ان نیاز است که اگر چیز واردات صورت بگیره، مثل که بختانه صاحب گفت که منتها صنایع ما را متضرر نسازه، در این صورت انشاءالله ما کوشش خواهیم کرد. خب آن هم مشکلی است که اکثر مواد ما را از راه پاکستان یک کمک مشکل است، نمیمانند، آمده نمیتانند. خب هر ترتیب ما کوشش داریم که کمبود از بیاد واردات پوره کنیم، اما در ضمن یک برنامه بسیار منظم را اتاق صنایع و معدن افغانستان با همکاری با وزارت محترم صنعت و تجارت در دست گرفته، امروز ما مواد را انتقال میده از راه ترن از چین. با این ما تعهد کردیم و تفاهمنامه امضا کردیم که انشاءالله سر از پردا و پس پردا انشاءالله این واردات از این طرف شروع خواهد کردیم، نه تنها ای که مواد منرالی و طرف ضرورت فارمای مرغداری ما، بلکه سایر تولیدات داخلی ما که بیش از 35 سکتور ما به حالت خودکفایی رسیدیم، اینا را از این طرف وارد خواهد کردیم و انشاءالله به مردم کشور خود و شما اعلان میتیم که انشاءالله مشکلات زیاد به میان نخواهد آمد و دولت هم تقاضای ما همی است که سهولت‌ها را بیشتر فراهم کنه. ما از وزارت محترم مالیه، وزارت محترم صنعت و تجارت، از شورای عالی اقتصاد، انشاءالله همه با هم همگام هستیم که امید دو چیزا برای ما اولویت داره، مواد غذایی در حالت حاضر و مواد بهداشتی و دوا و اینا، که در هر دو راستا صنعتکاران افغانستان و مولدین افغانستان متحد است، به خدای خود، به وطن خود، به کشور خود، ما در پهلویشان هستیم. انشاءالله شما میبینین جامعه جهانی، کمک های جامعه جهانی
کمک های دولت و کمک های سکتور خصوصی. کمک های سکتور خصوصی از حرم شمس است. شما میبینین که همه توزیعاتی که در پنج زون در همه کشور انجام میده سکتور خصوصی دویده و جلو احتکار را گرفته، جلو ایرا گرفته که قیمتی شود. و انشالله ما در پهلوم وردوم خود هستیم، تشویش با ضرور نیست. اما آقای کمینزاده، در بسیاری از موارد انتقاد بر خود صاحبان کارخانه ها و فارم ها وجود داره که اینا خود باعث شدن که قیمت ها بلند برن. هرگز ایتو نشوده. اگر یک مورد کسی برای ما ثابت کرد، می رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان، به خدای خود به ملت خود ما پاسخگوی هستم. اگر یک چیز موارد، حتی امروز ما به شرکت های بهداشتی که مواد شوینده را تولید میکنه و صابونا، اینا را خودشان به افتخار حاضر شدن که در پی کارتن 50 افغانی قیمت خود پایین کنه نسبت به سابق، نسبت به 4 ماه و 5 ماه قبل 50 افغانی حتی قیمت های خود امروز متعهد شدن که کم کنند. بناهن ایره باید پرک شد و مردم ما انشالله پابریکدارای خود به این کشور خود به وطن درست. خود ایمان داره، به این خاطر خود این کشور خود سرمایه گذاری کرده. مطمئن باشین انشالله ما در خدمت هستیم، انشالله در پهلوی هموطنهای عزیز درست. خود هستیم. برنامه بسیار بزرگی داریم. به شما برمیگردیم آقای کمینزاده و صحبت ها را ادامه میدیم در این زمینه. ممنون افغانستان به 30,000 درست. آقای بختانی، حالا با توجه به اینکه در قسمت واردات مواد خام تلاش صورت میگیره، آنجوری که آقای کمینزاده هم گفتن، اگر این کار صورت بگیره و واردات از مواد غذایی و تخم مرغ هم ما در داخل کشور به داخل کشور داشته باشیم، آیا قیمت تخم مرغ دوباره به 5 افغانی خواهد آمد؟ خب باید واضح شود که 4 افغانی، 4 نیم افغانی یا 5 افغانی قیمت واقعی نیست. اگر واردات به شکلی باشه که قبلا بود و فارمدارا و تولید داخلی هم متضرر باشه، ممکنی به 5 افغانی حتی پایین تر از اون بیاید. ولی ما خودم طرفدار 8 افغانی فعلا که خود ما به فروش می رسانیم هم نیستیم و 5 افغانی که متضرر باشیم تولید کننده داخلی هم نیستیم. قیمتی که برای فارمداران هم ضرر نرسانه و مردم هم بتونه استفاده بکنه چند است؟ 6.5 الی 7 افغانی. 6.5 الی 7 افغانی یک نرخی است که هزینه تولید کننده داخلی را هم میتونه پوره کنه و یک مقدار مناسب مفاد هم در حالت عادی، در صورتی که تمام مواد اولیه‌شان برشان مهیا باشه. در کنار این مسئله، چقدر رقابت بین خود فارمداران در افغانستان وجود دارد که اینا بتوانند با قیمت مناسب تر عرضه بکنند؟ خب در حال حاضر رقابت اوقدر زیاد تنگاتنگ در بین فارمدارای داخلی نیست، چون میزان تولید کم است اینجا و اگر زمین هم مساعد شود تولید بالا برد، طبیعی است که زمینه رقابت سالم در بین فارمدارا هم مهیا میشه. درست. چقدر اطمینان داده میتونین در این زمینه که گران فروشی و احتکار توسط فارمداران صورت نخواهد گرفت؟ 100% ما برتان اطمینان میتونم و با عنوان چیزش که ثابت میسازه می مرکز فروش ماست. ما گفتیم اگر ضرورت با یک مرکز رفع نشه، اتحادیه ما، سکتور ما متعهد است که مراکز دیگر هم ایجاد کنه که می گران فروشی از میان برداشته شود. درست. آقای کمینزاده، حالا ما در موارد مختلف با مشکل روبرو شدیم با وضع محدودیت. میخوایم بدانیم که آیا در قسمت واردات غذاها آنچه که یا مواد غذایی که استثنایی که گفته شده بود مد نظر گرفتن میشه یا خیر؟ بله. آقای کمینزاده، در قسمت واردات مواد غذایی و مواد بهداشتی پیش از این گفته شده بود که استثناء هستند و این مواد باید وارد کشور شوند. حالا این مسئله مد نظر گرفته میشه یا خیر؟ بله، این مسئله امیال اگر مد نظر گرفته با گندم که از قزاقستان ایره سپلای کنیم و وارد کنیم و اینجا خود ما آرد تولید کنیم، از چون 200 آسیا داریم. با وزارت محترم صنعت و تجارت سریع به برنامه کار میکنه، مشترکاً با وزارت محترم زراعت و وزارت محترم مالیه سایر مواد غذایی را روغن خود ما در داخل کشور الحمدلله فابریکات 42 فابریکه داریم، شش چون او هم با کمبود مواد خام مواجه است. بنا ان همه چیز دست به دست داده و
کار سریع کردیم که راه های دیگه چون حال واردات از راه های دیگه کردن نمیتونیم، از راه کراچی بهترین بدیل برای ما امیر است و سر امیر را کار کردیم و مطمئن هستیم که انشالله در 15 روز 20 روز آینده انشالله سپلای کاملا مواد خام ما اگر خواست خدا باشه به کشور میرسه و چیزی که در داخل داریم بازم برای شما اطمینان و مردم خود اطمینان میتیم که انشالله ای از این کدر روز سخت سر مردم افغانستان نمیه. محتکرین دشمنان خداست، محتکر کس که احتکار میکنه او را خدا و ملت دوست نداره. ما واقعا بچه های حقیقی کشور باید کار نکنه و صنعتکارار متحد است به ای که انشالله در خدمت کشور خود باشه. اطمینان میتیم به مردم خود انشالله جای تشویش زیاد بکار نیست و در ضمن از دولت بازم خواهش میکنیم که سهولت ها را فراهم کنه. وقتی که سهولت ها حتی دا بخش دوا ما استاده هستیم که انشالله کرتا و سایر چیزها را هم به حمایت کنیم از دولت، چون ما به هموطنان عزیز خود در این راستا واقعا اطمینان میدیم. درست. آقای کمینزاده، حالا احتکار و گران فروشی تنها در چند مورد خلاصه نمیشه، در بسیاری از موارد ما این انتقاد را داشتیم که قیمت ها بلند رفت در قسمت آرد، در قسمت برنج، روغن و حتی موارد دیگر همچنان. حالا که شما میگین که از راه حیرتان ما میتونیم واردات داشته باشیم، این مشکل رفع خواهد شد؟ قیمت ها به حالت عادی برخواهد گشت یا خیر؟ ما خدمت شما گفتیم که دست به کار هستیم، لحظه به لحظه امرای وزارت محترم صنعت و تجارت راه بدیلشان را پیدا میکنیم. همین کمبود الکل و اینا بودن، اینا را تقریبا تا یک حد همکاران ما خریداری کردن که بیش از 1.5 میلیون لیتر الکل از بسیار سختی از روسیه و قزاقستان خریداری کردیم که انشالله به زودترین فرصت داخل مارکت خواهد شد. در سایر موارد هم امروز ما دیگر راه نداریم، مجبور هستیم اگر مواد خام نرسد هیچ شکی نیست که مشکلات به میان میآید. و تنها همی احتکار باعث احتکار صنعتگرا و مولدین نیست، گاهی ای طور هم است که مثلا راه ها بند است، قرنطینه است و مردم از دکان های خود پرت مواد به دو چند قیمت میپروشد. این راستاق و باید نام صنعتکار و تجار بزرگ کشور اینا خود بد نشه و من میشناسم همه مردم ها که به ملت خود با وطن خودی خیانت انجام نخواد دادن که در این طالت دست به احتکار بزنن. ما قبلا هم گفتیم شکر مسلمان هستیم، دل ما به این وطن خود میسوزه، در هر حالت امیرکت که وطن دارای خود ما هستیم انشالله تشویش بکار. مثلا شما به آرد اشاره کردیم، آرد بالا رفت چطور پس پایین نشان کردیم؟ امی همت امی صنعتگرا و مردم ما بود که توضیح کردیم پس پایین آمد. درست، ممنون از شما آقای کمینزاده. منطقه پیش بینی نداشتیم از این آرد که اگر موقع بتین انشالله هم چیزا نارمل میشه بزرگ توکل خداوند. ممنون تان آقای کمینزاده. و آقای بختانی، خیلی کوتاه به دیدگاه شما را هم می‌خوایم بدانیم که در شرایط کنونی حکومت بر شما چه کاروایی باید انجام بده تا بتونین توسعه بتین و بیشتر کار بکنین در این زمینه. جلوگیری از قاچاق و تر ما یک تر هم پیشنهاد کردیم به وزارت محترم زراعت که واردات محصولات مرغداری و یا تخم مرغ به شکلی بسازن که در او جلوگیری از قاچاق هم شوه و کنترل کیفیت هم شوه. در این به نتیجه از این سکتور داخلی هم تشویق میشه و تقویه میشه و هم مفاد میتونه دولت به دست بیاره. درست، ممنون از حضورتان آقای بختانی و از شما همچنان آقای کمینزاده. میان برنامه. در یک ماه گذشته درآمدهای حکومت از رهگذر 10% مالیات بر خدمات مخابراتی بیش از 34 میلیون افغانی افزایش یافته است. بر بنیاد آمارهای وزارت مخابرات، این وزارت در یک ماه گذشته از این رهگذر بیش از 363 میلیون افغانی گردآوری کرده است. از سوی هم کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان میگوید که هنوز هم مردم نگران نبود شفافیت لازم در روند گردآوری این درآمدها هستند.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که در یک ماه گذشته همزمان با وضع محدودیت‌ها بر گشت و گذار مردم و افزایش کارگیری از خدمات مخابراتی، درآمدهای مالیات بر خدمات مخابراتی 10% افزایش یافته است. در ماه جنوری ما 329 میلیون داشتیم، در ماه فوریه 329.3 میلیون افغانی داشتیم، در ماه مارچ 362.7 میلیون بود که یک رقم بسیار بالا بوده. از سوی هم بر بنیاد آمارهای بخش سامانه زمان واقعی یا ریال تایم وزارت مخابرات، 70% کار بخش دوم سامانه ریال تایم که نظارت بر دیگر درآمدهای شرکت‌های مخابراتی مشمول آن است، نیز تکمیل شده است. دولت افغانستان و وزارت مخابرات در این قسمت غفلت کرد. سال هاست که این سیستم فعال نشده و چگونگی جمع آوری عواید در یک حاله ابهام به سر می‌برد. هنگامی از اینکه حالت اضطرار باشد، حالت کرونایی باشد یا حالت دیگه باشد که ما بتانیم سیستم ریل تایم متوقف بسازیم، این ممکن است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که بخش دوم سامانه ریل تایم تا کمتر از دو ماه دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد. بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با سید حامد منصور، رئیس روابط عامه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی. آقای منصور، سلام، با شما به برنامه خوش آمدین و میشه در مورد افزایش درآمدها بگوین که دلیل عمده این افزایش در چی است؟ سلام به شما، سلام به همه. بسیار خوب، دلیل افزایش چند چیز شده میتونه. یکی که هفته‌ای که ما در قسمت محو خشونت که از طرف طالبان اعلان شده بود، در اونجا ما بسیار خوب ارقام داشتیم و این باز هم ارتباط میگیره به ترافیک خود مخابراتی ما که در کدام وقت ما چقدر ترافیک داشته میباشیم. در او ما اگر ما به شکل مقایسوی اگر صحبت کنیم، ما 362.7 میلیون افغانی از 10% مالیات جمع آوری کرده بودیم و اگر مسئله قرنطین بودن و مسائل دیگر اگر بحث کنیم، ما از 15 مارچ الا 15 اپریل قسمی که شما فرمودین که 363.9 میلیون افغانی از 10% جمع آوری شده. درست. در قسمت قرنطین شما گفتین با وجود که در بسیاری از موارد کاربارها کمتر شده و ممکن روابط کاربری که به صورت آنلاین هم صورت می گرفت در این زمینه تاثیراتش بیشتر شده باشه، می خواهیم بدانیم که بیشتر چقدر شفافیت وجود داره در این روند که مردم وقت استفاده می کنن بیشتر از اینترنت، وقت مالیات برای داد یا برای خدمات وضع می شه هم روشن‌تر باشه بر مردم تا اطمینان در این زمینه وجود داشته باشه. تشکر. از شفافیت سیستم بیشتر شما یادآوری کردین که از کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه چندین بار از این سیستم نظارت کردن و ارزیابی کردن و اطمینانشان حاصل شده. خوشبختانه ای است که 5 شرکت به این سیستم وصل شده و این سیستم چون جمع‌آوری 10% و تضمین عواید که در فیز دوم ما قرار داریم که 70% پروژه یا تضمین عواید 70% کارش تمام شده و خوشخبری است که ممکن در آینده نزدیک شرکت افغان تلکام در این سیستم وصل شود و واسطه شرکت های دیگه هم در این سیستم وصل میشه. شفافیت، بارها ما شعار دادیم که هر کسی که از این سیستم میخواد نظارت کنن، ارزیابی کنن، لطف کنن بیان در خود وزارت مخابرات، از ثانیه و دقیقه شماره موبایل هایی که دارن بیان ارزیابی کنن و از شفافیت انشالله که ما تضمین میکنیم میره که 100% در این سیستم شفافیت هست. درست. شما از کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان گفتین که اونها اطمینان حاصل کردن، اما در حال که هنوز هم اونا میگن که مردم نگران نبود شفافیت هستن. من فکر میکنم که اگر اتو مسائل باشه، اونا چندین بار در وزارت مخابرات نمی آمدن و خود جناب هاشمی صاحب تقدیر نمی کردن که شما شاید زی هم بودن که هاشمی صاحب از طریق می کمیسیون در بابت ایجاد ریال تایم و شفافیت بودن از این سیستم تقدیر شدن.
درست. آقای هاشمی در یکی از مصاحبه هایشان گفتن که ای آمار به صورت زنده و نبوده و در بسیاری از موارد تا یک حد تأخیر وجود داشته. آیا هنوز این مشکل پا برجاست؟ نه خیر. من پیشتر بر شما یادآوری کردم که هر کسی که میخواد که از بابت 10% اطمینان حاصل کنه، تمام شبکه ها لایف هست، یعنی زنده هست. فقط یک شرکت افغان بی سیم کو یک مدت زمان در بر میگیره، ولی همه شرکت ها لایو هستن و به طور زنده می باشن. در دقایق و ثانیه ها شما معلومات میتونید داشته باشن. درست. در قسمت ریال تایم میخوایم بیشتر بدانیم که قبل از این انتقادات وجود داشت که ممکن شبکه هایی باشن که سیمکارت هایشان بدون ثبت و راجستر هست و وقت ای افراد از سیمکارت های بدون ثبت و راجستر استفاده میکنن و کردیت اضافه میکنن، مالیات از اونا هم گرفته میشه. ولی آیا ای سیستم میتونه که این مسئله را هم جلوش را بگیره؟ ببینیم راجستر شدن یا ناراجستر شدن سیم کارت، اول وقتی که یک سیم کارت از یک شرکت به هر شرکتی که باشه تولید میکنن، او خود پیش شبکه راجستر شده میباشه. وقتی که ما او را در موبایل مندازیم و اکتیویت میشه، مستقیم وقتی که این سیگنال میگیره او درج سیستم میشه. بعدن اینا که کردیت اضافه کردن میرن، بدون شک او در خود سیستم ریال تایم ثبت میشه و راجستر شده میره. درست. و خیلی کوتاه در قسمت بخش دوم ای سیستم هم میشه بر ما بگوین که چقدر به پیش رفته و تا چه زمان میتونه که به صورت کامل تکمیل شده؟ جمع‌آوری اوایت پیشتر بر شما گفتم که خود ریال تایم دو فیز داشت، که یکی جمع‌آوری 10% و تضمین اوایت یا ریوینیو اشورنس میگن. ما نظر به قراردادی که با شرکت داشتیم، ما تقریبا بالاتر از 70%، یعنی میتونیم 72-75% پیشرفت در فیز دوم داریم و تا آخر جولای ما میاد از این قرارداد داریم که انشاءالله. خب یک مسئله قرنطین بودن هست که ما به طور شفتوار تیمای تکنیکی ما بالای این سیستم کار میکنن و متیقن هستم که پیش از میاد ختم میاد ما 30% دیگر هم تکمیل میکنیم انشاءالله. ممنون از شما آقای منصور. تشکر از شما. وقت خوش. ادامه خبرها. وضع محدودیت های 4 هفته گذشته صنعت هتلداری را در کشور با رکود جدی روبرو ساخته است. شمار از اعضای اتحادیه هتلداران و سالن های محفلی میگویند که روزانه به صدها هزار افغانی را از دست میدهند، اما هزینه های حکومت بر آنها پابرجا هستند. در همین حال شمار از صاحبان هتل های کوچک در پایتخت میگویند که با پایان محدودیت ها قادر به ادامه کارشان نخواهند بود. بر بنیاد اطلاعات اتحادیه هتلداران و سالن های محفلی، در حال حاضر بیش از 150 سالن محفلی و صدها هتل در پایتخت و شماری از شهرهای کشور بسته شدند. مسئولان این اتحادیه میگویند که روزانه هر سالن محفلی در پایتخت تا 200 هزار افغانی عواید را از دست میدهد. آنان میگویند که با وجود مشکلات کنونی و آینده، مکلف به پرداخت 4 نوع مالیات به حکومت هستند. تالاره روسی با میلیون ها افغانی خسارمند شدن، وزارها کارمند ما بیکار شدن. در بحران فعلی باید حکومت با ما همکاری کنند. از سوی با توقف کار سالن ها و هتل ها، صدها کارمند این هتل ها و سالن ها بیکار شدند. اطلاعات بسیار دهی زیاد شده که ما خواهی نمینجا هستیم، کسای هست نمیتونه عمل بیکار هستند. کرونا اگر دوام پیدا کنه شاید دیگه کلی ما با مشکل مواجه شویم، رئیس ما با مشکل مواجه شوه. در همین حال شماره از هتلداران در پایتخت میگویند که سرمایه هایشان را از دست میدهند و با تمام شدن زمان محدودیت ها قادر به سرگیری کارهایشان نخواهند بود. هر روز دینامیک است، نقص است، کرا تاوان است، چیز تاوان است، مردم نان نداره، اقتصاد مردم رو به ضعیفی آمده. در کنار مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، بی باوری ها بر وضعیت سیاسی کشور از دیگر نگرانی های بخش خصوصی و بازرگانان در کشور است. بهای یک دانه تخم مرغ در بازارهای کابل نزدیک به 3 برابر شده است.
بر روز دوشنبه بهای یک دانه تخم مرغ در برخی از بخش‌های شهر کابل به 15 افغانی هم رسید. وزارت زراعت و آبیاری هشدار می‌دهد که هرگاه تولید کنندگان داخلی موفق به کاهش بهای تخم مرغ در بازارها نشوند، این وزارت در پیوند به ممنوع شدن واردات تخم مرغ تجدید نظر خواهد کرد. از سوی دیگر اتاق زراعت و دامداری می‌گوید که در پی گسترش ویروس کرونا در کشور، تولید گوشت و تخم مرغ در داخل کشور 28% کاهش یافته است. صبح روز دوشنبه اتاق زراعت و دامداری با گشایش یک مرکز عمده فروشی اینجا در بازار تخم فروشی کابل هر دانه تخم مرغ را با بهای 8 افغانی به فروش رساند. اما پس از چاشت بهای هر تخم مرغ در همین بازار 13 افغانی شد. فروشندگان میگویند که تولید داخلی پاسخگوی نیاز کنونی نیست. ما اینجا کرایه داریم در سالانه اینجا به در 20,000 مالیات میتیم، دکان ما میبینین که خالی است. نه او به ما مال رسانده میتونن چه خواستایی که به دیگه مردم. اتاق زراعت و دامداری قرار است مرکزهای را در بخشهای دیگر شهر کابل نیز بگشاید. وزارت زراعت و آبیاری که مانع واردات تخم مرغ شده است، در حال بررسی آخرین تلاشهای تولید کنندگان داخلی برای کاهش بهای تخم مرغ است. در صورتی که در روزهای آینده قیمت ها ثابت و حتی کاهش نیابه، وزارت زراعت میتونه در هماهنگی با تولید کنندگان بزرگ افغانستان و نیاز بازار و تعهدی که قبلا از سوی تولید کنندگان، اتحادیه های مرغداری و فارمداری افغانستان به دست آورده بود، روی گزینه های بعدی به اساس شرایط اقدام خواهد. اما اتاق زراعت و دامداری میگوید که در پی گسترش ویروس کرونا واردات خوراکی مرغ گرانتر و کمتر شده است. از همین رو تولید گوشت و تخم مرغ به گونه چشمگیر کاهش یافته است. حالا هم ادامه خبرها. نخستین محموله گندم کمکی هند به افغانستان رسید. اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری میگوید که 50 موتر حامل گندم های کمکی هند ساعت 2 پس از چاشت روز دوشنبه از مرز میلک وارد نیمروز شدند. ممنون از این که بیننده برنامه بازار بودین. پایان بازار، شبتان بخیر. الان نگهدار.